یعنی یه خانم شما چند وقته باش دوست شدی؟ حدود 3 سال و نیم. آها، بعد این هی اومده رفته، بعدا شما در رابطه با چی اذیت شدید براش؟ خب بهش علاقمند شدم، بعدش هم با هم خب خیلی رابطه فیزیکی زیبایی داشتیم، بعد خیلی خیلی من کمبودش رو حس میکنم و همیشه بچه دنبالش دویدم و التماس کردم و این هر وقت دلش خواست آمد و هر وقت دلش خواست رفت. یعنی یک بار نشد که مثلا اون دلش بخواد بیاد پیش من. خب هر وقت دلش خواسته اون اومده دیگه. من نه، تقاضای من بوده، یعنی هیچ وقت تقاضای من بوده و همیشه اون ترجیح داده که بیاد و بره. آها، خب شما الان چی میخواین؟ من الان کمبودش رو خیلی احساس میکنم و این مدت گذشته من یه مقدار تعقیب کردم ایشون رو، یه جورایی فهمیدم که ارتباط دیگه هم با این نفر داره. خب بعد میگفت این کمپل منه، قبلا به من گفته بود که این آدم تو زندگیم هست ولی با هم کمپلیم، به قول آلمانی ها دوست، دوستیم یعنی دوستیم، همکاریم نه یه پارتنر. ولی فهمیدم که کمپل نیست، با اونم رابطه داشته. خب حالا اشکالش چیه برای شما؟ اشکالش اینه که خب الان وقتی که فهمید من با آدم تماس گرفتم خیلی به هم ریخت و ناراحت شد و اینا، ولی با توجه به این موضوع خب من گفتم اوکی حالا با اونم بوده اشکالی نداره، ولی رفته و من اصلا همینجوری خیلی به هم ریخته شدم، نمیدونم چه بکنم. بعد یه موضوع دیگه هم که خیلی اهمیت داشت، این آدم ببخشید تو رابطه سکس و اینا خیلی خیلی عمیق بود و اصلا یعنی با اگر یک بار که با هم ارتباط داشتیم من انقدر اون رو خوشم میومد، دوستش داشتم، سعی میکردم که تا اونجا که میتونم خودم رو حفظ کنم. بارها شد مثلا چند ده بار، 8 بار 6 بار 7 بار مثلا این واقعا ارضا میشد. و شما ارضا نمیشدی؟ نه نه، من به خاطر که اونو خیلی دوست داشتم خودم رو خیلی حفظ میکردم. یه بارم که واقعا من تایم گذاشتم، زمان برد و برام خیلی جالب بود واقعا، جدی خب به هر حال لذت میبردی دیگه، فوق‌العاده. بعدش هم نمیگم که من یه آدم فوق‌العاده ام، ولی یه آدم معمولی ام، ولی با این آدم اصلا میشدم یه شخص دیگه. یعنی یه مدت اصلا من خودم باور نداشتم که اینقدر میتونم مثلا مقاومت داشته باشم توی ارتباط حتی جنسی، اما دیدم که شدنیه و این چقدر لذت میبره و من برام چقدر جالبه. یه وقت بود که ده مثلا هر 10 دقیقه یک بار ارضا میشد و خیلی جالب بود برای من. یه تو زندگی چنین زنی ندیده بودم و الان که رفته خیلی احساس ناراحتی دارم. حالا میخوای التماس کنی که برگرده؟ آره دلم خیلی میخواد ولی نمیدونم از چه مسئله. آیا فکر میکنی التماس کنی برمیگرده؟ چند بار، ببین چندین بار به طرق مختلف، البته من خیلی خودم بررسی، من روانشناسی نخوندم، ولی به هر حال خب آدم تو زندگی تجربه میکنه با آدمای مختلف ارتباط داره. این گذشته سختی داشته، شوهرش تو ایران جدا میشن، بعد با هم میان آلمان، بعد مرده تو اعتیاد میفته میمیره و دوتا بچه ها رو بزرگ. خیلی مثلا یه موضوع عاطفی که من صحبت میکردم، یه وقتایی من مثلا با هم صحبت میکردم بارها من بود تحت تاثیر قرار میگرفتم و شاید اشکم هم در میاد و اون میگفت چقدر تو دلنازک. یه بار مرگ شوهرش برای من تعریف میکرد، یه روزی من همینجوری خودشیرینی نکردم، واقعا احساسم مطرح کردم. شما یعنی خیلی دوستش داشتی، یعنی از نظر عاطفی و احساسی بهش خیلی وابسته بودی و باش همدردی و همدلی میکردی؟ خب دقیقا. چند وقت ارتباط داشتید با هم؟ جانم؟ چند وقت ارتباط داشتید؟ 3 سال و نیم، ولی 3 سال و نیم به طور متناوب نبوده، یعنی قطع میشده، 6 ماه قطع میشد میرفت دوباره میرفتم تماس میگرفتم میومد دوباره 2-3 ماه با من بود دوباره میرفت. بعد فهمیدم که این آدم با اون مردم بوده و اون که میگفت 14 سال با اون بود، من مادر من باش روبرو شدم، گفت که من 14 سال با این ارتباط دارم، من از شهر نمیدونم فلانجا از یه شهر دور اومدم پیش این زندگی میکنم، یعنی توی خونه نه جدا هستم، ولی این به من میگفت کمپل منه. بعد من میگفتم میخوای چطور انقدر میره میره. خب حالا ببینید، ما مسئلمون این نیستش که به ایشون بپردازیم، مثلا که مثلا اینه که الان مشکل تو رو حل کنیم، این که با چه کسی ارتباطی برقرار کرده اینها، هر فردی آزاده که
ارتباط با هر کسی که داره داشته دوست داره داشته باشه. مسئله اینه که شما ناراحتید از اینکه به شما دروغ گفته. دروغ که خب آره، نه اونجوری نه، ولی با اینکه انقدر من اذیت شدم بهم توهین کرد، بازم دلم براش تنگ میشه و کمبودش خب میکنم. پس اون برای شما مسئله نیستش که حالا با کس دیگه هست، مسئله اینه که دوست داری با تو باشه. دقیقاً. خب حالا آیا بهش گفتی که دوست دارم با تو باشم؟ هنوز نه، این جریان خیلی نوعه، دو ماه پیش اتفاق افتاد. من برایش چت کردم، نوشتم، بعد من شما در یه شهر مشترکی هستید؟ آره من خب. خانوفرم. خب شما این کارو بکنید که بهش مطرح بکنید و بگید من دوست دارم که با شما ارتباطمو ادامه بدم، تو هم آزادی با هر کی که ارتباط داشته باشی، برای من اون خیلی تعیین کننده نیست، ولی دوست دارم که ارتباط خودم با تو حفظ بشه و آزادم هستی که با هر کی که میخوای باشی و دوست دارم که با من همیشه صادق باشی. برای من تو مالک من مالک تو نیستم و احساس مالکیت روی تو ندارم، ولی دوست دارم که این رابطه زیبا و دلنشین رو با هم دیگه داشته باشیم. ببین اون چی میگه. اگر اون جواب نداد، شما بهش فرصت بدید و التماس نکنید، اصرار نکنید، چون با هر اصرار و التماس و تکرار شما یک مکانیسم دفاعی رو در انسانها ایجاد میکنید که احساس دافعهشون به شما بیشتر میشه. خب شما این کارو بکنید، بعدم با من تماس بگیرید. بسیار خب، من البته حالا با شما هم صحبت میکنم، فکر کردم که یه خورده زمان بذارم این جریان کهنه بشه، چون خیلی به هم ریخته شد و یه شب به من زنگ زد تو تلفن فوش داد و که تو فلان کرد، چرا آدم رو دیدی و از این صحبت ها خیلی فحاشی کرد و من سکوت کردم، یعنی اون جوابش رو با صراحت و دو سه بارم براش نوشتم، حتی برای چت کردم اول صحبتم و سلام رو به کار بردم، ولی اون هیچ وقت این کار نکرد. خب اجازه بدی، من اینجا یکی از دوستانم هست، میخواد صدای شما رو شنیده و میخواد که اونم نظر بده. دوست داری یه خانومی هست. خانم من چه جالب. اول دوست شما بیا صحبت بکن با ایشون. در ضمن حرفا میدونید که من دارم ضبطم میکنم، شما اطلاعاتی که دوست ندارید رو ندید، البته من اطلاعات فردی افراد رو حذف خواهم کرد. بیا صحبت. سلام. سلام. من مرسی، خیلی ممنون. من صحبت‌های شما رو شنیدم. البته این که دنبال یک نفر دویدن و بسته التماس کردن و اینا، به نظر من اون طرف مقابل رو بیشتر به اصطلاح چیز میکنه، چی میگم، به ناز کشیدن و نمیدونم، هرچی دنبال یه چیزی بدویی، اون میدوه تو میدوه، اون میدوه تو میدوه، اینجوریه کلا. ولی ولش بکنی به مرور زمان به اصطلاح چیز بکنی، یعنی اصلا بگی خب یه چیزی بود تمام شد رفت، حالا اون نمیخواد. بله. ها هر چقدر بری دنبالش میگه ای من چیم که این داره دنبال من، چه مردش چه زنش، ها فرق نمیکنه و این رابطه رو بدتر و بدتر و بدتر میکنه. آخه برای اینکه من آزمایش کردم گاهن تا 6 ماه 7 ماه 8 ماه من مثلا رهاش کردم، اما منتظر این شدم که حداقل خودش اشاره‌ای بشه از طرف اون، ولی دیدن این اتفاق نمیفته و من خب نمیشه، به خاطر اینکه اون میدونه که شما بالاخره یک سالم چیز نشه شما دنبالش خواهین رفت، اون اینو مطمئنه چون میدونه که شما اونو دوستش داری، با این وسیله هم خیلی هم به خیلی خواسته هاشم میتونه برسه. بله میدونید شده بود آخه برای اینکه این شده موزلی برای شده موضوع زندگی من، من نه اینکه بگم آدم، البته این دلیل ضعیفی نمیشه، خودتون شما میتونید بررسی کنید که موضوع موزل چیه. من در مقابل این آدم واقعا کم آوردم، برای اینکه شما فکر کن مثلا از کوچه اون زن خیابونی که اون زندگی میکنه، من از اون اطراف اون کوچه و خیابون و از اون ماشینی که اون میرونه، مثل اون ماشین که میدیدم لذت میبردم، یعنی یه ماشینی شبیه ماشین رو میدیدم خوشحال. خب دیگه این کاملا اینو اون اینو میدونه و میدونه که شما در مقابل اون ضعیف هستین، نگین ضعف، این نقطه ضعف شماست در مقابل یک زن. حالا راهکارش چیه دیگه؟
راهکارش اینه که شما ولش بکنی، بگی خب باشه شما رو به خیر و ما رو به سلامت، تا اینجا که بودیم با هم، حالا منم هر چقدر دویدم الان فکر میکنم که خیلی اشتباه کردم، هر کسی بسا بره سر زندگی خودش، منم بسا غرور خودم و بالاخره هر کسی برای خودش چیزی، البته غرور که چهر کنم اون میره تو منیت و اینا، ولی بالاخره دیگه هر که آقا تو منو نمیخوای خب منم شما رو نمیخوام، خداحافظ. شما بذار بره ببین بعدن چجوری وقتی ببینه که از اون ماشینی که اون میرونه شما میبینین لذت نمیبرین، از کوچش که میگذرین لذت نمیبرین، اونو میبینین لذت نمیبرین، خودش مثل گربه میاد دنبالتون. خب متشکرم، خیلی ممنون. این دقیقاً واقعیته با خدا، چون تجارب زندگی اینو برای ما، من خودم یواش یواش داره میشه 56 سالم. بله. میدونین این چه چه دو، حتی این در رابطه مادر و فرزندی هم هستش ها. بله. هر چقدر دنبال کیون فرزندت میفتی اون داره از سوء استفاده میکنه. ببخشید که این حرفو زدم. روانیه، منم خودم میفهم، ولی میگم برای اینکه واقعا با این آدم من زندگی برام شکل دیگه داشت و چقدر قشنگ بود و خب بازم نه خیالات خودتون لذتتون رو ببرین، ولی نذارین اون بفهمه، شما در خیالات خودتون احترامم بذارین بهش، تو احساس دارین دیگه بهش. خب منم اینجا یه نظر، به احساس خودتون احترام بذارین. آدم فهمید که من چقدر بهش علاقمندم و حالا اجازه بده منم اینجا بگم، من در این رابطه صحبت شما رو شنیدم، اتفاقا برخلاف نظر اولدوز معتقدم که هر چقدر که ایشون احساسات شما رو بفهمه حتی فانتز نه در میره، اجازه بده اگه میخواد در بره بره، ولی بذار هممون حتی در فکرامون اونی باشیم که هستیم و نخواهیم که اونو مخفی کنیم. این مخفی کردن فانتزی ها و حتی تصوراتمون و احساساتمون باعث میشه که شما هم خودت آزار ببینی، هم طرف مقابلت از تو شناخت نداشته باشه. اگر یکی ممکنه فکر کنه که تو اونو خیلی دوستش داری میخواد از این سو استفاده کنه، بذار امروز بفهمی. ببین اون که میدونه، خب بذار میدونه، این واقعیته. هر وقت دنبال کسی را بیفتی اون ارزش برات قائل نیست، اون به این رابطه ارزش قائل نیست، چون میدونه که ضعیفه. شما فکر میکنید مسئله مطلقه، یعنی در همه آدما صدق میکنه، ولی من میگم بعضی آدما 100 درصد من 36 سال زندگیم، 36 سالش هم توی مسائل بسا سیاسی و فرهنگی و اینا بودم، باور بکنید این دقیقاً همین جوریه. یعنی خب حالا ایشون نظرشونه، حالا من نظرم اینه و خیلی هم دیدم. خب باشه، این یک بخشی از واقعیت رو از دیدگاه خودش مطرح میکنه، ولی هیچ چیزی مطلق نیست. این از زاویه دید اولدوزه. حالا از زاویه دید من اینه که شما بگید اون چیزی که هستید، نشون بدید تا طرف مقابلتون با شما بهتر کنار بیاد. حالا اگر اون میخواد فرار کنه، خب بذار فرار کنه. خب دیگه تا حالا فرار کرده. نه فرار نکرده، از من 3 سال و نیم با ایشون بوده. آره ولی الان این هی 7-8 ماه هم دنبالش دویده. نه دنبالش خودش گفت دیگه. نه این کار ایشون یه کاری کرده در رابطه با اون خانوم، الان به این خاطر که احساس کرده که شما اونو کنترل کردید، درسته؟ بله. شما رفتید اون پارتنر دیگه ای رو که از شما مخفی میکرد براش بله. روشن کردید که من میدونم، آگاه هستم از وجودش. دقیقا. و این احساس ناامنی کرده و فرار میکنه. شما پیشنهاد من اینه، به همونطور که گفتم، اینه که شما بگید که من فهمیدم، ولی علارغم این که این مسئله رو فهمیدم بازم دوست دارم و دلم میخواد که با من باشی. حالا میخوای با ایشونم باشی، باش. حالا اولدوز الان ممکنه نظر دیگه ای داشته باشه، میتونی اولدوز تو هم نظر تو بدی؟ با اونم باشی، باش با منم، من مخالف اینم. با ایشون اگه با منی با منی، با اونی هم هستی که با اونی دیگه تموم میشه. ایشون نظرشون اینه. ایشون چون نظر هم چند همسری دارن، آره من ندارم این چیزو. خدا یکی یار یکی دل یکی دلدار. خب باشه، ایشون هم اینو میگه. بله.
بفرم. من میفهمم که نظر شما چیه. خب البته شما از نظر با هم اختلاف سلیقه دارید، شما خانم منو میگه یعنی منو و این دوست محترمتون. نهایتاً خب این یه جریانیه که حالا امروز مطرحه، بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن. خب البته برای من سخته، من یک بار خواب این آدمو دیدم قبل از اینکه اصلا بدونم که تو زندگی این هست، چون راحت میزنم میرفت خونهش میامد گاهن، نه اینکه به من میگم من مثلا مرد رو تا نمیتونم هر مردی رو، ولی آقا راحت خونهش رفت آمد میکرد. یک شب من خواب دیدم که با این درگیر شدم و خیلی در واقع یک مشاجره سختی تو خواب برای من اتفاق افتاد و حتی اینو به این آدم گفتم، گفتم من برای من زیاد قشنگ نیست، گفت نه من با این رابطه‌ای ندارم، ما دوستیم، من بیشتر ارتباطم با آقایون خانم‌ها زیاد حال نمی‌کنم. ولی از اونجایی که خودم آدم به دروغگویی نبودم و همیشه اعتقاد داشتم که آدم باید حقیقت گو باشه، باور کرده بودم اینا. و خب حالا من اونجا از شما پرسیدم، گفتید این دروغش رو علارغمی که متوجه شدید ولی براتون تعیین کننده نیست و ناراحت نیست. آره ولی نه دوستش دارم چون الان خب دوستش دارید. ببینید حالا من اسمتون رو نمیارم که مجبور نشم که حالا اسمتونم توی این فایل حذف کنم. دوست عزیز شما این راهنمای منم شنیدید، راهنمای دوست دیگه من اینجا اولدوز رو هم شنیدید. ایشون میگه که چون متوجه شدید اون با اون یکی پارتنرش هم هست، بهش میتونید بگید که وقتی با اون هستی با من نباش، کما اینکه رفته دیگه، اونم با اونه دیگه. الان من پیشنهادم اینه که شما مانعی برایشون نباشید، چون یک اون پارتنر ممکنه براش یک لذتهایی داشته باشه، مسائلی رو داشته باشه، یک کمبودهایی از اون رو براش رفع بکنه که شما این کار رو نمی کنید و شما هم براش همینطور. ولی جامعه ما چون وادار کرده انسانها انتخاب بکنن، حتما ملزم به یک نفر باشن، مثل ایشون که میگه خدا یکی، یار یکی، فلان یکی، بهمان یکی، ملزم کردن. بنابراین اون خانم مجبور شده که الان شما رو ترک کنه، ولی وقتی احساس امنیت بکنه که هم شما رو داره و هم ایشون رو داره، مثل یه بچه میشه که هم پدرش رو میخواد، هم مادرش رو میخواد و هم خالش رو میخواد، هم پدرش رو میخواد. بنابراین شما این نظر منو شنیدید، پیشنهادش رو بگید و بذارید این فایل رو هم من اینجا تموم میکنم. شما روی این مسائل فکر کنید، اگر دوست داشتید اونی که نظرات مختلف رو شنیدید ولی اون چیزی که خودتون احساس میکنید و درست میدونید اون انجام بدید. بسیار خب، من فکر کردم اتفاقا نظر شما جاره، من فکر کردم یه خورده زمان بذارم چون از این حالت خشم کاملا بیاد بیرون، برای اینکه من آمیش دعوتش کردم، برایش نوشتم، برایش توضیح دادم، اما جواب منو خیلی در واقع. خب حالا شما میتونید این فایل من اگر گذاشتم توی اینترنت شما به ایشونم بفرستید، شما اگه خواستید مشاوره های دیگه منم براشون بفرستید، در همین زمینه خیلی موارد بوده. بله نمیدونم اصلا با شما آشنا هست یا نه، چون ایش وقتی مورد پیش نیمده بوده، من خودم با هم شما رو دنبال کردم و صحبتاتون و مسائل رو دیدم توی اینترنت دیده بوده، اما متاسفانه منو چیز کرده، از تو فیسبوک اد کرده و کلا اصلا ارتباطی نمیتونم باش داشته باشم. حالا شما یه پیشنهاد دیگه هم میکنم که در کمبود این خانوم سعی کنید که با روابط دیگه ای هم انسانهای دیگه و همینطور زنان دیگه و خانمهای دیگه آشنا بشید، چون هر انسان جدیدی هم میتونه تازه های دیگه ای رو برای شما داشته باشه. دقیقا فکر کردم به این مسئله، گفتم که شاید از اینجا شروع کنم، حداقل یک آشنایی دیگه شاید که یه مقدار جایگاه اینو آدمو پر کنه و منو آروم کنه. آره ایشون هم میگه بهترین کاره. بگو اگر میگم بهترین کاره، بله. حالا که چند ماه هم گذشته، شما هم با یه خانمی آشنا بشین، هم این که خودتون رو امتحان بکنین، هم این که ببینیم این خانم وقتی شما رو با یکی دیگه میبینه آیا بازم به شما احساس داره یا نداره. بسیار عالی، ممنونم از راهنمایی. خواهش میکنم، مرسی، متشکر، ممنون، خدافظ. خانم راهنمایی ممنون برای این کار، شما هم مجانی من راهنمایی میکنید، به صورت من اگر هزینه چیزی باشه در خدمتم. من از اینکه هر کسی برای من یه هدیه بفرسته خوشحال میشم، ولی خب حتما با شما در ارتباط خواهم بود و اون این کار خواهم کرد. ممنون، مرسی، متشکر، خدا ان شاء الله سالم باشی، سلامت باشین، روز خوبی داشته باشی. خدا حافظ. خدا نگهدار.
من در آسوس